ارازل و گندلات های قدیمی کنار شعبون و طیب و رمزون یخی، هر کدومشون قدار کش و لوتی بودن و کلی نوچه و طرفدار داشتن. این گندلات ها اما بین همدیگه اختلافات زیادی داشتن و هر کدومشون دوست داشت از اون یکی نسخ کشی کنه، اما این یکی با اونها تومنی 7 سنار توفیر داشت. متولد 1302 بود، خوشتیپ و قد بلند و چهارشونه بود، اما بهش میگفتن لوتی. کاباره دارای قدیمی و دخترای تو کاباره هر کدومشون عاشق این بودن که بیاد بشینه و مشروب بخوره و دورش جمع بشن. اهل بیجار بود و محله سنگلج زندگی میکرد. یکی بزنی تو خونش بود و تو 15 سالگی بعد یه بزن بزن افتاد زندون. عمر اوباشیگری و گندلاتیش خیلی زود شروع شد و خیلی زود هم تموم شد. اما کل عشق جوانهای اون زمان اسب در کردن تو دعوا بود که اونم خیلی خوب بلد بود. هم خوشتیپ بود، هم قد بلند و همین ویژگی اونو سر زبونها انداخت تا اینکه دعوا با بزرگای تهران از اون یه قهرمان ساخت. اما همین در افتادن با گندلات ها براش درد سرساز هم شد. بهش میگفتن بنیانگذار چاقوکشی در ایران. نامش ناصر فرهاد قربانخانی یا سناتور ناصر فرهاد، معروف به سوپر استار لاتی تهران بود. سلام دوستان، به کانال آدم بدها خیلی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید و اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله یک کنارش رو هم بزنید. عشق لوتیگری اون زمان خودش داستانای زیادی داشت. لوتیایی که تو نخل کشی دعواشون میشد و مردم پشت سرشون داستان میساختن. اون وقتا که گردن کلفتای چاله میدون نخلشون رو مینداختن و میبردن سنگلج، سنگلجی ها زیر نخل اونها سینه میزدن و میرفتن چاله میدون و درخونگا. نخلا همون تکیای سیار بودن که مردم سیاپوش میکردن و گردن کلفتای دارای چماق سرنقره رو میذاشتن رئیس نخلا. رئیس که نباس اجازه میداد بچهای محله دیگه نخل اونها رو چپ نگاه کنن. تو همین مراسم نخل کشی بود که دعواهای قبیله آغاز میشد. نشون به اون نشون که تو همون محل سر نخل اونقدر قتل و خونریزی را افتاد که اسمش معروف شد به درخونگا. حالا بزن بهادر سنگلج، ناصر فرهاد و هاشم عرقگیر بود و گردن کلفت چال میدون حاج معصوم بود که مردم براش تصنیف هم ساخته بودن. حالا دوران بیاب و بروی تیزیکش ها بود، مخصوصا که اگه قتل میکردن یا تیرباران میشدن اسمشون قشنگ نقل زبون کل تهران میشد. وسط دوران بزن بهادری سید اکبر خرات و محمد آهنگر که بعدها اعدام شد و بهرام خاقان که قتل کرد و کشته شد، یه نفر خوشتیپ و قد بلند و دخترباز مثل ناصر فرهاد اسمش پیچید. اونم بعد چند دعوا با بزرگای عشق لاتی تهران مثل اسقر شاترو، حسین رمزون یخی، جوجه لاتایی با موهای فرفری و کلا شاپو و چاقوهای دست صدفی زنجون و قپوندارای توی میدون. توی اونها داستان ناصر فرهاد خیلی گل کرد. یکی از خوشبروروترین بزن بهادرای تهران بود که موهای بور و چشای زاغش میونه گندلات ها نوبر بود و همه جای تهران قصه اون سر زبون ها افتاده بود. توی همون روزا ناصر رفت قنادی حاج قلوم شیرینی بگیره. شاگرد قنادی گفت پولشو بده شیرینی رو ببر. ناصر گفت به قلوم بگو میام حساب میکنم. شاگرد گفت یا پولشو بده یا وایسا خودش بیاد. اگه هم میخوای دعوا کنی بیا بریم آسانسیه یا راه آهن. اونا یه درشکه گرفتن و رفتن تا آسانسیه، ولی اونجا نرسیدن و دم در سرای مشیر خلوت همدیگر رو لتو پاره کردن. ناصر چاقو رو کرد تو شکم امیر و امیر رو کشت. ناصر رو بردنش زندان، ولی بابای ناصر آژان بود و پا پیش گذاشت و بعد 3 سال حبس آزاد شد. ناصر پسر فرهادخان قربانخانی استوار شهربانی بیجار بود که پدرش به فرهادخان استوار معروف بود. ناصر از باستانی کاران و قهرمانای خوب ورزشی بود که با قدی بلند و ورزیده برای خیلی از دخترای اون زمان دلبری میکرد. زمان قدیم میگفتن یه شاه جنوب تهران زندگی میکنه که طیب حاج رضایی بود، یه شاه هم شمال تهران زندگی میکنه که اونم معلوم بود. لوتی بود و لوتیگری داشت و دعواکار هم بود و حرفش رو باید همه میخوندن. از لوتیهای مشهور هیچی کم نداشت و البته خصلتهای اضافی هم داشت. طیب حاج رضایی اما در دوران جوانی خوش سابقه نبود و به خاطر درگیری ها بارها دستگیر و زندانی شد. یکی از همین درگیری هاش و زندان رفتنهاش به خاطر نزاع خونینش با ناصر فرهاد بود. ناصر قلدر بود و تخس، اما خوشتی بودنش برای خیلی از اوباش های قدیمی سخت بود و توجه هایی که به خودش جلب میکرد و نمیتونستن ببینن.
البته بعد از این درگیری یکی از رفیق صمیمی‌های طیبه حاج رضایی شد که بعد از درگیری با اون دوست و رفیق شده بودن و بعد از اون همیشه پشت طیبه بود. اونم تو درگیری نژادی معروفی که تو زندان قصر رخ داده بود. ناصر فرهاد که به خاطر درگیری و نزاع منجر به جراحت با چاقو و طیبه حاج رضایی به خاطر نزاع و قتل افتاده بودن زندان، هم بندی میشن و قبل از اون رفاقت صمیمی بینشون کلید خورده بود. تو زندان قصر هم هوای همدیگر رو داشتن تا اینکه جنجال و نزاعی بین فارسا و ترکا آغاز میشه. داستان جنجالی ترکا و فارسا تو اون زمان خیلی سر و صدا کرد و هر کدوم مدعی بودن ایرانی اصیل کیه و زبان کدوم یکی از اون قدیمی بوده، تا کلکلهای زندانی ها اون موقع که وسط اون همه اراذل و گندلات زندانی سیاسی رو هم میذاشتن که خود شدت درگیری رو بیشتر میکرد. اما ناصر فرهاد یکی از کسایی بود که وسط این دعوا پشت طیب و گرفت از جون و دل هم مایه گذاشت. ناصر فرهاد از زندان که آزاد میشه زندگیش وارد مسیر دیگه ای میشه. طیب به اعدام محکوم میشه و ناصر فرهاد به خاطر اینکه پدرش سرهنگ فرهاد قربانخانی بود با وساطت آزاد میشه. اون زمان شعبون که خودش مدعی کل تهران بود ازش به خاطر دعوا و اسم بر کردنش کینه به دل داشت و دنبال یه بهونه بود اونو گیر بیاره و مفت بری کنه. اما روزگار تاخت و تازه چاقوکشای تهران انقدر پردامنه شده بود که بالاخره دولت از دستشون عاجز شد و قانون تبعید چاقوکش‌ها رو به تصویب رسوند. روزنامه باختر 26 شهریور 1328 از تشکیل کمیسیون تشدید مجازات برای چاقوکش‌ها نوشت. تبعید گندلاتای اون زمان به بندرعباس در نوع خودش جالب و عجیب بود. اما نوچه های آقایون گندلات برای آسون کردن تبعیدشون به بندرعباس فوری تصنیف بندرعباس جای لاتاس رو ساختن و صفش رو هم بیرون دادن. اما این گندلات ها با نسخ کشای قدیمی که کم نمی آوردن و برای هم کری می خوندن و پیغام و پسخام می فرستادن. اما ناصر فرهاد به خاطر درگیری با طیب و اصغر شاطر و حسین رمزون یخی و هفت کچلون و مصطفی دیوونه اون رو بیشتر از پیش سر زبون ها انداخته بود. دست به یکی میکنن و وقتی میبینن نمیتونن حریفش بشن براش پاپوش درست میکنن. در شهریور 1320 و همزمان با جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط نیروهای روس و انگلیس، رضا شاه به جزیره موریس در آفریقا تبعید شد و محمد رضا شاه به پادشاهی رسید. ناصر فرهاد به شکرانه این کار در تهران چند راس گاو قربانی کرد و این تصاویر دقیقاً روز قربانی کردن گاوها توسط اوست. با لباسی جنتلمنگونه ایستاده و پس زمینه انکسم سربازای هندی قسمتی از ارتش انگلیس عمامه بر سر دارند که دیده میشن. یه روز که ناصر رفته بود چیره کشخونه یه سنگ لج، از قضا سید یوسف و هاشم ترکی هم اومده بودن اونجا شیتیل بگیرن و با شیره کشخونه دار دعواشون میشه. قهوه خونه پر از جمعیت بود. ظهر همون روز دار و دسته یه تقی بار فروش با طیب خان درگیر شده بودن. هاشم ترکی هم که کلکل و درگیری قبلی با تقی بار فروش داشت اونجا بود. ناصر اونها رو برای آشتی دعوت کرده بود قهوه خونه. یهو درگیری بالا میگیره و چراغ‌ها خاموش میشه. وسط برق تیزی و چاقو و صدای فوش و به جون هم افتادن چراغ روشن میشه و جسد غرق خونه تقی بار فروش روی زمین دیده میشه. همه فرار میکنن و ناصر که از قتل ابراهیم آهنگر پرونده جنایی و محکومیت داشت به خاطر سابقش دستگیر میشه و به جرم قتل به زندان میافته. با توجه به عدم اثبات قتل توسط ناصر و البته شهادت چند تا لومپن تو قهوه خونه، دادگاه خیلی زود حکم اونو تایید میکنه و به خاطر اینکه دوست نداشتن یک کرد بیجار پهلوون تهران باشه و از شعبون و دارو دستگی رمزون یخی هم میترسیدن، خیلی زود حکمش رو صادر و اعدام اون رو انجام میدن. سرنوشتشون هم اینجوری شد که هاشم ترکه تو شهر نو کشته میشه و ناصر هم تو توپخونه اعدام میشه. درگیری توته آمیزی که بسیاری میگن از طرف حسین رمزون یخی و شعبون جعفری طراحی شده بود که ناصر با حالت مستی منجر به قتل تقی بار فروش شده بود. در نهایت ناصر فرهاد میفته زندان و بعدش تو سن 27 سالگی در تاریخ 12 بهمن 1329 به دار مجازات آویخته شد. ناصر فرهاد چند بار قبل از اعدامش از دست ماموران گریخته بود. قبلا بندرعباس محل تبعید خلافکارای قدیم بود و ناصر فرهاد رو هم به اونجا تبعید می‌کردن. ولی آخرین بار طی انتقالش به بندرعباس با زدن مامورین خودش رو از قطار به پایین پرت می‌کنه و فرار می‌کنه. اما مجدداً دستگیر میشه. ناصر فرهاد کسی بود که بعد از فوت اون همه کاباره‌ها بسته شد و همه زنان کاباره عزادار اون شده بودند. و
بعدها یک سرهنگ قدیمی که پرونده ناصر فرهاد رو دیده بود و از ماجرا با خبر شده بود، در یک بزم خصوصی اعلام کرده بود قتل او یک اتفاق از قبل برنامه ریزی شده بود و باعثین این اتفاق نمیتونستن ببینن مردی با جذابیت او و اصالتی کرد در تهران پهلوان گندلات باشه، با نسخ خیلی از بزرگای لات تهرانو کشیده باشه و حتی گفته بود سفارت انگلیس در قتل او هم دست داشته. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید.